تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چجوری ویدیو یوتیوبتون رو نورپردازی کنین چجوری اتاقتون رو نورپردازی کنین و یا چطوری برای شروع عکاسی و فیلم برداریتون محصولات نورپردازی بخرید <applause> سلام من رو فاقام کارتون خیلی خوشه من هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید اگه داخل این ویدیو درباره موضوع نورپردازی صحبت کنیم و کلا هر چیزی که خودم درباره نورپردازی ویدیوهام نورپردازی اتاقم و کلا هر چیزی که برای شروع شروع, شروع نه شروع عکاسی و فیلم برداریم محصولات نوپرزی خریدم و بهتون توضیح بدم و بهتون میگم که هر کدوم از این وسایلی که میخوام روز معرفی کنم و چرا و به چه دلیل خریدم و خب یه سری معایبم طبیعتا هر کدوم اینا دارن که همه رو بهتون داخل ویدیو توضیح میدم قبل از اینکه من سرغش روی ویدیو حتما تا این ویدیو رو لایک کنین اگر که از محتوای کانال من خوشتون میاد و دوست دارید که بیشتر از این ویدیوها ببینید کانال منو سابسکرایب کنین حرف دیگه باقی نمیمونه بدون اون عطری شروع ویدیو خب فقط که بهتون گفتم قرار داخل این درباره موضوع و کلیت نورپردازی این ویدیو که دارید میبینید یه نور اینجا ما داریم یه نور اون پشت اونجا چهار اون پشت داریم و یه نور هم که الان داره مستقیم به صورت من میتابه داریم و من یه نور پرازی که الان اینجا دارید میبینید و برای اتاق و کلیت کار فیلم و عکاسی و, و ویدیوهای یوتیوب هم گرفتم و هر کدومو یعنی میتونم بگم مجموعه این مجموع شاید یک 500 بیشتر همه این چیزهایی که توی این اتاق هست خرج بر نشوش البته بحث نورپردازیش و خب برای یه همچین نورپردازی حرفه ای که برای این ویدیو انجام شده خب حالا از نظر خودم خوبه اگر نظر شما خوبه پس این دو تا انتها ببینید که بهتون میگم هر کدومو چیکار کردم و هر کدوم به چه دردی میخورن توی این اتاق و بهتون میگم که هر کدوم به چه دلیل خریدن و یه سریشون جایگزینه یه سری محصولات خیلی گرون شدن که توی این ویدیو دربارشون کامل صحبت کنیم بریم سراغ اولین محصول یعنی رینگ لایت خب بچا از روز اول و از ویدیو ویدیو اولی که من شروع کردم به تولید محتوا توی این چنل جدیدم چون شاید یه سرتون بدید من نزدیک سه سال چهار سالی که دارم تولید محتوا میکنم و خب اوای خیلی شاید فهم که حالا یه رودن ویدیو کامل در برش میسازم اما از, از زمانی که شروع کردم به تولید محتوا داخل چنل جدیدم هم, کاملا همه ویدیوهام هم نور اصلی شو این رینگ لایت عزیزم داره تعمیر میکنه و خیلی هم خفنه یعنی برای منی که صرفا میخوام ویدیو یوتیوب تولید کنم واقعا یکی از بهترین گزیناست و برای شماهایی هم که تازه میخواید شروع کنید به فیلم برداری یا عکاسی رینگ می تون خیلی گزینه خوب شه حالا چرا دلیل اولش قیمت پایینشه یعنی من این رینگ ها رو مثلا اون زمان حدود <coughs> 5600 600 تومان خریدم که خب قیمت مناسبیه و همین الان نهایتا مثلا همین لایت رو با قدرتی که داره میتونید نزدیک 700 800 تومان تهیه کنید و برای یه نور اصلی واقعا 700 800 تومان قیمت مناسبیه که خب هم برای فیلم برداری من استفادهش کردم هم برای عکاسی استفادهش کردم و برای انواع و اقسام کارا یعنی خیلی از کارایی که شما با نورهای خفن میتونید انجام بدید من با همین نور معمولی انجام دادم درسته یکم شرایطم سخت و یکم کارامو سخت کرد اما بازم میتونه انجامشون بده نکته مثبت بعدی که داره اینه یعنی که با توجه به قیمت پایینش کنترل خوبی میتونه روی نورتون داشته باشه یعنی یه لحظه وایسین الان همین نوری که اینجا هستش یه کنترل اینجوری داره که حالا من یه یعنی ویدیو کامل قبلا درباره رینگلایت رینگ لایت هم ساختم میتونید بعدا اگه خواستید به پایینتر توی چنل ببینید اما همین کنترل که داره میتونه همه کار باش بکنه اول از همه میتونه مثلا خاموشش کنه بعدم روشنش کنه بعد دوباره خاموشش کنه <laughs> حالا به جز روشن خاموش کردن شما با این کنترل میتونید کار دیگه هم کنید میتونید کلا نور ویدیوتون رو کم کنید می میتونید نور ویدیوتون رو... نور ویدیوتون کنید رو... نور رینگ لایتتون رو زیاد کنید می میتونید نورش رو زرد کنید آبی آبی یا همون در حالت سرد قرارش بدید اینجوری و یا حالا خواستید مثل میتونید میانه نگهش دارید که خب به نظرم نور خیلی بهتری داره و من خودم معمولا همین کارو میکنم البته فکر کنم از اول ویدیو رو حالت سردش بود اینجا بعدش کنار رو حالت گرمش میریم جلو و کلا هر کاری که بخواید با رینگ لایتتون انجام بدید با همین کنترل میتونید انجامش بدید و خیلی میتونه دسترسی زیادی براتون داشته باشه و میتونه کلا کارتون خیلی ساده کنه که با همین میکروفون از هر جایی که باشید میتونید کارتون رو با این رینگ انجام بدید و میتونید کنترل کاملی روی رینگ داشته باشید دو تا نکته بعدی که دربارش وجود داره که کاربردی هم تو که گفتم کارتون رو راه میندازه و حمل و نقلش هم خیلی ساده است حالا به جز این پایه‌ای که حالا من براش تهیه کردم جداگانه که حالا که نزدیک 2300 تومان هم هزینه همین پایه هستش من بخوام مثلا جابجاش کنم یه حلقه انقدی کلا یه میتونم بگیرم دستم ببرمش و یا حالا از همون جعبه‌ای که خودش قبلا استفاده می‌کرد حالا من معمولا این کار نمی‌کنم و اگه بخوام ببرمش آداپتورش رو توی کیفم می‌ذارم و خودش هم مثلا میتونم توی مشمای جدا بذارم که بخوام مثلا حالا ضربه ای نخوره و کلا حمل و خیلی ساده تر از نورای بزرگ سینمایه و میتونه خیلی راحت تر کارتون رو را منازه اما بریم سراغ معایبش ای به بزرگی که خیلی هم میتونه اذیتتون بکنه و من رو تا دلتون بخواد داره اذیت کنه و همین الانم رو مخم هستش این مورد اینه که شما شاید بتونید شدت و کلوین نورتون رو کاملا با همین رینگ لایت مثلا کنترل کنید اما جهت نورتون رو نمیتونین کنترل کنین اگر که یه کوچی در به نور پردازی با نورای حرفه ای بدونیم میدونید که ما یه شکل دهنده های نوری داریم که میتونه نورتون رو متمرکز کنه روی یک نقطه ای که میخواید یا شکل دهنده های نوری هم داریم که میتونه نورتون رو پخش کنه شکل دهنده نوری هم داریم که میتونه نورتون رو یک نقطه بتابونه و کاملا میتونه روی نورتون کنترل داشته باشه کجا بتابه چه بتابه به چه شکل بتابه اما رینگ هیچ کدوم از این گزینه ها رو نداره و یه نور پخشی داره و میتونه مثلا این نوری که اینجا روشنه هم روی صورت من داره تاثیر میذاره هم داره روی بک‌گراند تا حدودی تاثیر می‌ذاره و روشنش کنه هم روی میز من اما اگر شما یه نور حرفه‌ای داشته باشید میتونید با استفاده از شکل دهنده کاری کنید که مثلا فقط روی این بخش صورت من نور تاثیر بذاره و کلا به بک‌گراند من کاری نداشته باشه و این یکی از مشکلاتی که شما با رینگ لایت داشته باشید و موقعی هم که حتی بخواید از عکس مثلا فقط یه بخش اینجا صورتتون رو روشن کنه شما نمی‌تونید با رینگ همچین کاری کنید خیلی سخت باشه این کارو کرد که حالا تکنیکا داره که اگه خاصی می‌تونم راجعش جدا ویدیو بسازم یه سری خلاقیت‌های که کوچولو تو این مورد اذیتتون کنه و مشکل بعدی هم که داره دقیقا میتونه برگره به همین مورد اول که شکل دهنده های نوری روش بسته نمیشن چون خب اصلا مانتی براش وجود نداره اصلا جز نورهای حرفه ای حساب نمیشه که بخواد شکل دهنده روش بسته بشه و این یکی از مشکلاتی که واقعا اگر بخوای کار خیلی حرفه ای باشه انجام رینگ لایت کاملا براتون به درد نخوره و شکل دهنده نصب نشدن روی رینگ رینگلایتتون... چه روی رینگ کاملا میتونه شما رو اذیت کنه اما قبل از که بریم سراغ نور بعدی اینو بذارید بهتون بگم که من دارم یه سری ایده ها تو ذهنمه و یه دونه ویدیویی از مهدی قنات دیدم که چند این سال پیش این ویدیو رو ساخته و من میخوام یه نور نسبتا ارزون البته نسبتا ارزون که نسیه قیمت حدود 4 5 میلیون تومانی در میادش این نوری که حالا به اصطلاح ارزون هستش اما اگر که واقعا جواب بده و بشه یه نور خفنی با اون قیمت هم حتی ساخت من خیلی راضیم ام که نور ارفی الان حداقل شما باید 14 15 تومن فقط خود نور اصلی رو تهیه کنه بدون شکته دهنده و اینا ولی اگر بشه که با اون قیمت من یه نور حرفه‌ای بسام، حتما تا ویدیو کاملش رو براتون میسازم و توی چنلم قرار میدم منتظر اون ویدیو باشید خب بریم سراغ نور دومی که من دارم استفاده میکنم و واقعا یکی از بهترین نورایی هستش که خریدم و خیلی خوشحالم از خریدش این نور آجیبیه که اینجا دارم قطعا اگر یک کوچولو به عکاسی و فیلم برداری علاقه داشته باشید نور باتومیا رو به شدت دیدید و خیلی هم مطمئن عاشق این نور باتومیا خیلی به درد بخورم و خیلی میتونن توی عکاسی و فیلم مختلف کمک تو کنن فضای رنگی بهتون بدن کلا و هوای ویدیو رو عوض کنن و خیلی کاربردی و خیلی هم الان معروف شدن مخصوصا برند نانلایت که کاملا داره تبلیغاتش رو روی این محصولش انجام میده و خیلی هم معروف و ترند شده بود یه زمانی و هنوز هم هستش و واقعا یکی از نورایی که خودم به شدت عاشقشم یه زمانی هم قرار بخرم اما به دلیل قیمت بیش از بالاش و قدرتی که واقعا ارزش اونقدر هزینه کردن رو نداشت من ازش پشیمون شدم و رفتم سراغ راه جایگزینش این نور آر که اینجا دارید پشت من که بذارید خاموشش کنم تاثیرشو ببینید خب ببین اگه من این نور رو خاموش کنم تصویرم بیا یه همچین حالت در میاد و وقتی روشنش کنم به یه همچین حالتی در میاد و تأثیرشو کاملا میتونی ببینی فضای ویدیو منو عوض کرده و حالا این سر... تو ویدیوهای قبلی من دقت کرده باشید یه رنگ دیگه بود حالا دارم رنگ‌های مختلفش رو تست می‌کنم ببینم کدومش بهتره ولی بله خودم رنگ قبلی بشه رو بیشتر دوست داشتم گفتم ویدیو فضای جدید بدم اما در کل میخوام اینو بهتون بگم که رنگ ویدیومو و اون فضای بک‌گراند منو کاملا عوض میکنه و یه نوری هم اینجای من میتابونه که من خیلی این نور رو دوستش دارم و کلا جذابش میکنه دیگه و میتونه یه نمای جدیدی و یه حال و هوای دیگه به ویدیوتون بده و اگر که اتاق کامل تاری کنید از تکرنگش بخواید استفاده کنین کلی کارهای خلاقانه باشه انجام درسته که نمیتونه در حد باتوم لایت حرفه‌ای باشه و قطعا یه سری زعفا داره ولی اگر بخواید که برای تغییر فضای ویدیوتون یا یه سری نورپردازی خاص ازش استفاده کنید قطعا بهترین گزینه است و تقریبا میشه گفت ده برابر قیمت پایینتری داره یعنی اون باتوم لایت ها پایین ترین قیمتش این کوچولوهای پاوتیوب 60 سی اگه اشتباه نکنم که یه قیمتی حدود سه تا 4 میلیون تومن داره و این نوری که من خریدم شما فقط با 400 هزار تومن میتونید تهیهش کنید کنترل هم داره انواع و اقسام رنگ هم در میاد و کاملا میتونه کارتون رو را بندازه و اصلا یه نور خفنی هم داره الان این نهایت نورش هم تازه نیست این فکر کنم مثلا سی وات شما دارم استفاده میکنم و این نور قدرت 50 واتی داره که میتونه واقعا فوق العاده باشه در کل یه نور با قیمت پایین و همه چی تموم که میتونه تو انواع و اقسام عکاسی و فیلمبرداری و کلا هر جایی که نیاز به نور رنگی داشته باشید بهتون کمک کنه اما به این نکته باید درباره این نور توجه کنید که حتما حتما 50 شو بگیرید چون ظرفیت پایینتر و بالاتر هم داره بالاترش الکی گرونه و به درتون نمیخوره و میتونه یه کوچولو ضعیف باشه و اذیتتون کنه راجع به رینگ لایت هم دقیقا این موضوع رو یادم رفت بهتون میگم که اگه میخواید رینگ لایت هم بخرید حتما حتما 30 وات به بالا بگیرید پایین تر از 30 وات 10 یا 20 وات نگیرید که اصلا به درد نمیخوره اینم بهتون میگم که راجب قیمت این ار گفتم بهتون یه قیمت حدود 400 500 تومانی داره بیشتر از اینم هست کمتر از اینم هست کمتر از اینش میتونه ضعیف باشه چینی باشه به درد نخوره چه همین حدود 400 500 تومانیشو بگیرید و بیشتر از اونم میره دیگه روی 1200 1300 که اونها ت... قدرت های بیشترشه و خب دیگه کودکی تو میشدن کنم همین مورد بگیرید خب بریم سراغ نور سومی که توی اتاق من وجود داره یعنی اون ریس ار جی بی هایی که اون پشت هستش اگر ویدیوهای من رو دنبال کرده باشید من توی ستاپ های قبلی اتاق و ویدیو ها قبلا از اون نور خیلی استفاده کرده بودم و دو تا ازش هم یه دونه اون پشته یه دونه هم اینجاه که شما معمولا توی ویدیو نمیبینش بخاطر اینکه تاثیرش واقعا که روی این بخش صورت من و این بخش لباس من باشه و استفاده دیگه ازش نمیکنم و این یه خلاقیتی که خودم انجامش دادم و توی این ویدیو میخوام بهتون کامل توضیحش بدم خب اول اصلا راجع اون نور بک‌گراند صحبت کنیم که اون یه نور ریسه RGB که من پشت تختم چسبوندمش نمای خوبی به ویدیو اتاق من داده و کلا نور رو که خاموش میکنم نور اتاقمو کم میکنم کلا اتاق منو خیلی قشنگ میکنه و اون نور رو من خودم خیلی دوستش دارم و تو شب هم یه حالت شب تابی داره یه حالت چراغ خواب هم میتونه عمل کنه و کلا خیلی نور دوست داشتنیه یه حاله کوچولویی اون پشت مشته هستش که میتونه خیلی جذاب کنه کارو و یه ریسه جی که فکر می‌کنم الان توی دیجیکاله سی ساعت ساعت تو دیجیکالا حدود 300 400 تومن قیمتش باشه اما این نکته منفی که داره اینه که اونایی که از دیجیکالا می‌خرید خیلی جنس ظریفی دارن و خب نهایتا بعد مثلا یک سال یک سال و نیم یه بخششون میسوزه. یعنی الان اون نوری که دارید 5 متری بوده فکر می‌کنم الان فقط 2 مترش مونده سه متر دیگه اش هم تیکه 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 دیگه سوخت و الان از اون تهش هی داره تیکه تیکه و خب اینو نمی‌تونی کار کنی چون اینا یه سری وسایل مصرفی هستن که خب تو زمان از بین میرن و خراب میشن و این یه مورد هم که بهتون میگم خودم اینو خیلی دوستش دارم این چجوری بهتون میگم این یه دونه میله لوله است لوله نمیدونم چیه که بوده من این ریس آر جی بی رو دور چرخوندم یه حالت کورنر لایتی گرفته و توی یه بوتچی هم قرار شدم توش گت شیختم که همجوری ثابت بمونه تکون نخوره و از حالت مثلا چسبوندم به دیوارش اومدم ایستادش کردم که خب هم برای نورپردازی اتاق هم خیلی قشنگ شده اون حالت کورنر لایتر داره درسته که حالا با این لوله خیلی قشنگه ولی خب اون حالت نوری که من و داره و از طرف دیگه برای ویدیو اگه دقت کرده باشید توی ویدیوهای قبلی هم یه نور رنگی همیشه این بغل لباس من هستش که واقعا به نظر خودم خیلی جذابه حالا نظر شما نمیدونم ولی این حرکت هم میتونید با این ریست RGB انجام که این توی عکاسی های مختلف که پروفایل خودم و هدر منو اگر نگاه کنین اون بالای چنل منو نگاه کنین اون نورایی که توش در میاد دقیقاً همین به همین تکنیک گرفته شده از یه طرف دیگه حالا نور لایت بوده ولی خب اون نور اصلی و اون نوری که حاله که روی صورتم افتاده دقیقاً با همین تکنیک و با همین ریسه ار انجام شده که یه قیمت کورنلایت الان بخواید بگید فکر میکنم. دو تا من سه تا من قیمت کورنالیایت باشه که میتونید خیلی ساده بسازیدش حالا اگه دوست داشتید بیشتر و قشنگ‌ترش کنید میتونید کلی کار دیگه انجام من خیلی حوصله این کارو نداشتم و همینو بیشتر همینو کلا گرفتم و خیلی هم برام جذاب بود و میتون خیلی کمک کننده باشه براتون قیمت ریسا ار جی هم که بهتون گفتم یه سحوده 300 400 تونه اما من تو پیشنهاد کنم که برای خریدن ریسا ار جی بی برید لاله‌زار هم ارزان‌تره هم واقعا کیفیت خود اون ها بالاتر اما حتما حتما ببینید که اون آداپتورش خودشون اونجا تو لالزار ببندن چون اگه شما خودتون بخواید ببندید یه میتونه اذیتتون کنه و اگر اشتباه بندید میتونه ریستتون رو بسوزونه پس حتما حتما اونجا بذارید خودشون بندن و یه نکته دیگه هم که داره من اینو مثلا حتما با پنج متری بخرم بیشتر یا کمتر بخوام بخرم فکر نمی کنم بشه یا بعد با هم... مثلا چند تاشو به هم دیگه بچسونم اما اگر که شما مثلا الا لزار بخریم توی 20 متر بخرید من الان برای اتاق اون طرفمون مثلا 20 متر خریدم کل صفحه از این ریسای آجی بذارم که خیلی میتونه خفن باشه شما هم این کارو بکنید و اینم از خب این. فقط هر چی نور که توی اتاقم بود و از اول شروع عکاسیم تا الان تهیه کرده بودم تهیه کرده بودم و بهتون توضیح دادم و بهتون کامل معرفیش کردم اون نور جدیدی هم که بهتون گفتم به زودی ان میخرمش و هر موقع که خریدم ویدیوشو کامل داخل چنلم براتون میذارم پس منتظر اون ویدیو هم باش باشید که این ویدیو به درتون خورده باشه و بهتون کمک کرده باشه که بتونید نورپردازی بهتری برای اتاقتون یا برای ویدیوهای یوتیوبتون و یا برای فیلمبرداری و عکاسیتون داشته باشید و حرف دیگه باقی نمیمونه تا ویدیوهای بعدی میبینمتون اگر هنوز ویدیو رو لایک نکردید خیلی ممنونم که ویدیو رو لایک کنید چند منم سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی میبینمتون و خیلی دوستتون دارم